به نوشته ی روزنامه نیویورک تایمز امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به ده سال حبس در ایران محکوم شده است در نامه خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواهان آزادی خود شد آقای حکمتی از طریق محمود علیزاده تباتبایی وکیل تازهاش از محاکمه و محکومیت خود اطلاع یافته است نیویورک تایمز می نویسد آقای تباتبایی دارای ارتباط نزدیک با چهره های متنفذ سیاسی در ایران است و پس از قبول پرونده آقای حکمتی از محکومیت او با خبر شد. آقای حکمتی در نامه خود به وزیر امور خارجه ایران با رد همه تام های وارد شده از آقای ظریف خواسته است تا با بررسی واقعیات پروندهش نسبت به آزادی او اقدام کند. در نامه آقای حکمتی محکومیت خود را نتیجه سوء تفاهمات سیاسی بین ایران و آمریکا میداند. امیر میرزایی حکمتی پس از نخستین سفر به ایران در تابستان سال 1390 برای دیدار از بستگان خود دستگیر و از سوی دولت ایران به جاسوسی و همکاری با آمریکا متهم شد. دادگاه انقلاب آقای حکمتی را در ابتدا به اعدام محکوم کرد ولی این حکم در ماه مارس 2012 با رأی دیوان عالی کشور لغو شد و حدود چهار ماه پیش پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که در آنجا بدون اطلاع و حضور آقای حکمتی به ده سال زندان محکوم شد. آقای حکمتی که زمانی در استخدام نیروهای مسلح آمریکا بود، در زمان دیدارش از ایران در خدمت ارتش آمریکا نبود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل میگوید استراتژی او درخواست آزادی آقای حکمتی پس از گذراندن سه سال از محکومیت ده اش در زندان است که بر اساس قوانین ایران امکان پذیر است. این دوره سه ساله در ماه اوت به پایان می رسد. آقای تباتبایی می به همین دلیل قانونی بودن حکم محکومیت و مجازات را مورد سوال قرار نمیدهد. امیر میرزایی حکمتی با تاکید بر بیگناه بودن خود بیان وضعیت بیماری پدرش ابراز احترام به مردم ایران ابراز تاسف عمیق برای ایرانیانی که در آمریکا زندانی هستند هموطن خواندن و شهروند ایرانی بودن خود از آقای ظریف از دولت بخواهد برای آزادی او اقدام کند تا برای آخرین بار بتواند پدرش را ببیند در همین حال به نوشته روزنامه واشنگتن پست به نقل از مرکز آمریکایی حقوق و عدالت سعید آبدینی کشیش آمریکایی ایرانی تبار که در ایران زندانی است به مناسبت عید پاک پیامی به همه مسیحیان جهان فرستاده است که در آن اشاره دارد به اینکه ما همه خواهان یک ازدواج موفق شغل تحصیلات و زندگی خانوادگی خوب هستیم اما یک زندگی شکوهمند در کنار حضرت مسیح فقط با یک مرگ دردناک با وی امکان پذیر است یعنی باید ابتدا حوث را در خود نابود سازیم یگانه عرصباران صدای آمریکا